بیننده های خوب تک تاکس، عرض کنم خدمتتون که اتفاقی که امروز افتاده اینجا این است که همه مدیران عامل بانک ها در خدمتتون هستین. دوستان ما هم دارن تلاش میکنن هر کدوم از این مدیران عاملی که افتخار بدن و در استدیوی ما حاضر بشن در خدمتشون باشیم و از برنامه های بانکشون و اتفاقاتی که قرار هست بیفته انشاءالله در فاز پسا برجام از زبانشون داشته باشیم. و اما مهمان خوبی که در این لحظه افتخار دادن و در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر چوغازردی هستن، مدیر عامل محترم بانک سپه. آقای دکتر عرض سلام. متشکرم، تشکر میکنم. آقای دکتر، بانک سپه چه برنامه هایی داره حالا برای تعامل با بانک های خارجی، حالا به ویژه با توجه به حالا همایش امروز بانک های اروپایی؟ بله، عرض سلام خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز. من جا داره امروز رو که رحلت حضرت آیت الله باز طباسی است، منظر مقام معظم رهبری و همه هموطنان از تسلیت داشته باشم. از عزیزانی که شرایط برگزاری این بیزنس فروم رو فراهم کردن و عملا با آوردن بانکداران و تجار کشورهای اروپایی و جلسات تخصصی و پنل‌های تخصصی این فضا رو فراهم کردن که اونها در جریان بهبود وضعیت اقتصادی، برنامه اقتصادی کشور و تحولاتی که در نظام بانکداری صورت گرفته کار بسیار ارزشمندی است. مستحضرید که در مورد بانک سپه که نخستین بانک ایرانی و قدیمی ترین بانک کشور هست، سه هفته دی بانک سپه از تحریم خارج شد. بلافاصله بعد از تحریم برای برقراری ارتباط مجدد و شروع فعالیت مجدد شعب خارج از کشورمون، بنده جلساتی رو با مقامات بانک مرکزی کشورهایی که در اونها دارای شعبه بودیم، کشور فرانسه، کشور ایتالیا و آلمان که امروز بیزنس فروم هم از آلمان تشریف آوردن اینجا، جلساتی رو با اینها داشتیم. خب طبیعتاً با توجه به اینکه چند سالی روابط بانکی تقریباً قطع شده بود بین بانکایی که در تحریم کامل قرار داشتن و طی این 7-8 سال هم نظام بانکداری بین‌المللی بعد از اتفاقی که در مورد بانک لیمن برادرز در امریکا اتفاق افتاد و قواعد نظارتی شدیدتری رو، سختگیرانه‌تری رو در خصوص عملیات بانک‌ها در بانکداری بین‌المللی الزام کرده بودند و ایجاد شده بود، طبیعتاً این الزامات و این قواعد به دلیلی که ما این چند سالی روابطمون قطع شده بود، امروز مواجه هستیم با یک سری الزامات از جمله بحث‌های مربوط به حاکمیت شرکتی، یعنی پاسخگو بودن بانک، شفافیت عملیات بانک برای ذینفعان، بحث‌های مربوط به کامپلاینس، تطبیق عملکرد بانک با مقررات، بحث مربوط به الزامات کمیته بال، یعنی افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه، همینطور تقویت کنترل‌های داخلی برای مدیریت ریسک که جزء لاینفک عملیات بانکی است. این چند سال که این فاصله افتاده بود، تصویر مناسبی از تحولات نظام بانکی کشورمون نداشتن، یا اگر بود رسانه‌ها به نحوی که می‌خواستن این تصویر رو منتقل می‌کردن. برگزاری این همایش‌ها و فروم‌ها عملاً واقعیت اقتصاد کشورمون رو، ظرفیت اقتصاد کشورمون رو مستقیم منتقل می‌کنه و یک فضایی رو ایجاد میکند که بانک‌های داخلیمون در واقع وضعیت خودشون رو، شرایط خودشون و تصمیماتی که گرفتن در خصوص افزایش سرمایه‌شون و در خصوص اون الزاماتی که عرض کردن، بحث واحد تطبیق و حسابرسی داخلی، عملاً متوجه بشن که بانک‌های داخلی آماده انجام فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی، گشایش اعتبار اسنادی هستند. به ویژه بعد از تحریم مستحضر هستید که سویفت هم برقرار شد. طبیعتاً یک مقداری متناسب با شرایط هر بانک زمان می‌بره
ولی به نظرم انشاءالله به زودی ما باید شاهد شروع مجدد فعالیت‌های ارزی و گشایش اعتبار و برقراری روابط با بانک‌های خارجی باشیم. البته بانک‌های بزرگ بین‌المللی ممکن است کمی زمان ببره، ولی عملیات بانکی انشاءالله من فکر کنم که با ورود به سال 95 دیگه انشاءالله عملیاتی خواهد شد. انشاءالله. ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، ممنونم از شما که با ما همراهی کردید. باز هم با ما همراه باشید. آرزو